136 personnes décédées à la frontière franco-britannique depuis 1999. It's more than 336 people who died at the border since 1999. It's my own life. Even I see the water, I can swim. If I put my mask, my jacket, I can swim. To be honest, I want to go to UK because my life is there will be very good. The situation is deadly. They can also die of the cold. مرگ پناهجویان در قلب اروپا اتفاق افتاد. 27 نفر از جمله 3 کودک در آب‌های سرد و تاریک بین فرانسه و انگلیس غرق شدند. مسئولان دولتی همه تقصیرها رو به گردن قاچاقچیان انسان می‌اندازند. اما آیا این تراژدی‌ها و تکرار دردناک این تراژدی متهمان دیگری نداره؟ الان تنش بین فرانسه و انگلیس اتفاق افتاد. این موضوع رو همراه با بهروز فرانی در نقد و نظر پیش می‌بریم. درود بهروز. سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما. هر روز یک تراژدی اتفاق میفته. من فکر میکنم که اگر بخوایم چهره جهان رو بهتر ببینیم و بفهمیم، اون چیزیست که امروز مسئله مهاجرت و پناهجویان درش گرفتارن. یک واقعیتیه. ببین، الان سال هاست که دریای مدیترانه تبدیل به گورستان پناهجویان شده. میگن بیش از 30,000 نفر در اعماق این دریا الان مفقود شدن، غرق شدن. کسانی هستن که سعی کردن از آفریقا، به خصوص آفریقای شمالی، خودشون رو برسونن به ایتالیا، به فرانسه، به اسپانیا، یعنی به اتحادیه اروپا. و این مسئله بسیار مسئله جدیه آورده با خودش. تعداد کسانی هم که میخوان این حرکات رو بکنن و بر برسونن خودشون به اصطلاح به خاک اروپا دائما در حال افزایش بوده. و علارغم تمام تلاشی که در بین نیروهای چپ، شوراهای دفاع از پناهندگان، گروه‌های انسان دوست که اصلا بدون ایدئولوژی، بدون اینکه جهتگیری سیاسی داشته باشن، از جان انسان‌ها دفاع می‌کنند و خودشون رو روی معاهده‌های بین‌المللی استوار می‌دونن، بارها بارها به این اعتراض کردن، چون طبق همه یادشون میره که طبق معاهده‌های بین‌المللی کسی رو که به دلیل جنگ، به دلیل فقر، به دلیل قحطی، به هر دلیلی از مجبور میشه که جلای وطن بکنه و بیاد به طرف یک کشور دیگه‌ای، طبق معاهده‌های بین‌المللی سازمان ملل به خصوص باید پذیرفته بشه از طرف این کشورها. یعنی اون چیزی که ما شاهدش هستیم زیر پا گذاشتن انسانی ترین موادی هست که در این معاهده‌های بین‌المللی وجود داره، از طرف کشورهایی که ادعا می‌کنن نماینده دائمی و بلا به اصطلاح بدون اشتباه و پرچمداران دفاع از انسانیت، دفاع از حقوق بشر و غیره هستند. حق پناهندگی، حق فرار از مناطق جنگی جزء حقوق بشره، در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده. بالاتر از اون، مثلا همین مورد مدیترانه رو ما نگاه بکنیم قبل از اینکه برسیم به انگلستان. بخش بزرگی از کسایی که فرار میکنن که بیان به اتحادیه اروپا و توی دریای مدیترانه غرق میشن، اهل کشور لیبی هم. کشور لیبی که اصلا پناهنده نداشت. کشور لیبی که انگلستان، آمریکا و فرانسه لشکرکشی کردن بهش، دولت مرکزی رو داغون کردن، تبدیلش کردن به یه ندولت، تبدیلش کردن به یک محل تمرین و استقرار نیروهای جهادیست و فاجعه‌ای رو ایجاد کردن که الان داریم می‌بینیم. پسر معمر قذافی خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرده و تمام همه پرسی‌هایی که اگر بشه بهشون اعتماد کرد و به اصطلاح دهن پرسی تا همه پرسی میتونه داره نشون میده که شانس این که اون دوباره انتخاب بشه بسیار بسیار بالاست. و این نیروهای مدافع بشریت، مدافع انسانیت و غیره که این فاجعه رو ایجاد کردن، جلوی اومدن کسانی رو که دیگه
کار به استخونشون رسیده و دیگه نمیتونن اونجا زندگی بکنن رو به کشورهای خودشون راه نمیدن و اینا تو دریاها غرق میشن. انگار نه انگار که اصلی ترین علتی که باعث او به اصطلاح سرازیر شدن این موجهای پناهجویان میشه جنگ و فشارهای اقتصادی است که ناشی از سیاست این کشورهاست. این کشورهای امپریالیستی که خودشون رو زیر پرچم حقوق بشر و غیره قائم میکنن مسببین اصلی این واقعیت هستن. عین این اتفاق الان داره توی کانال مانش میفته. این مسئله با خروج انگلستان یعنی برگزیت معروف از اتحادیه اروپا الان شدت بیشتری گرفته به یک دلیل ساده، به این دلیل که تا موقعی که انگلستان عضو اتحادیه اروپا بود بر اساس یه معاهده‌ای که انگلیسی‌ها غالب کردن در واقع به فرانسوی‌ها، این یک واقعیته. با عقبازی هرچه تمام‌تر اینا یه چیزی رو تحمیل کردن به انگلیسی‌ها و آقای نیکولا سارکوزی اون رو پذیرفت و این بود که مرز بین انگلستان و فرانسه رو منتقل کردن به سواحل فرانسه. در نتیجه این کسایی که میخوان برن به انگلستان در فرانسه متوقف می‌شدن و یک فاجعه انسانی، یک تراژدی به وجود اومده بود. هزاران هزار پناهجوهایی که عمدتاً افغانی بعضاً ایرانی و عراقی بودن، خوب توجه بکنید به سه تا کشور چه اتفاقی تو این سه تا کشور افتاده، به خصوص افغانی ها و عراقی ها. همین کشور انگلستان، همین کشور فرانسه هستن که اون فجایع رو اونجا ایجاد کردن. حالا فرانسوی ها کمتر چون توی جنگ آخر عراق شرکت نکردن. انگلستان تونی بلر از پرچمداران حمله به عراق و سرنگون کردن صدام حسین بود. و این پناهجویانی که کشورشون الان دیدیم چه خبره دیگه، عراق رو داریم میبینیم که چیه. با وجودی که روزی چند میلیون نفت رو صادر میکنه، برق در این کشور چند ساعت به ساعت‌های طولانی قطع میشه. یک مش فاسد، یک مش وابسته به این یا اون قدرت جهانی الان روی کشور عراق مثل زالو افتادن و خون مردم عراق رو دارن میمکنن. اینا سیاست‌های این کشورهاست که این اوزار ایجاد کرده. حتی دوره صدام حسین واقعا فقط مخالفان سیاسی که تحت تعقیب دستگاه‌های جهنمی امنیتی مخابرات معروف صدام حسین بودن که پناهجو بودن. الان آدم‌های عادی مجبور به جلای وطن شدن و این حق مسلمشون هست که در کشورهایی که باعث و بانی این وضعیت بودن به اینها پناه داده بشه. اینا مسئولن، به خصوص انگلستان که در تمام جنگ‌های امپریالیستی آمریکا سگ زنجیری آمریکا بود، در تمام مداخلات افغانستان شرکت کرد، در تمام حملات عراق شرکت کرد، خلاف تظاهرات عظیم میلیونی که مردم بریتانیا در همه جا برگزار کردن علیه جنگ آخر عراق، تونی بلر در شرکت کرد و این مردم رو آواره کرد، به خاک سیاه نشوند اینها رو. و هنوزم که هنوزه به خودش انتقاد نمی‌کنه که هیچ، میگه دنیای بدون صدام حسین دنیای بسیار امتری هست. یعنی تو چشم مردم کشور خودش و دنیا نگاه میکنه و دروغ‌های شاخدار میگه. همشون مثل گوبلز شدن، اینقدر دروغ‌ها رو گنده میگن تا شاید مردم باور بکنن. و یکی نیست به آقای بلر بگه که عراق امتر شده از وقتی که صدام حسین رفته، منطقه خاورمیانه امتر شده از وقتی که شما لشکرکشی کردید به این کشورها و دولت مرکزی رو از بین بردید، لیبی امن‌تر شده از وقتی که نیروهای امپریالیست آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی اونجا رو به خاک و خون کشیدن به بهانه دفاع از مردم و بر اساس دروغ‌های شاخداری که داده شده بود. چون من تو صحبت قبلیم گفتم، یک بار سر لیبی صحبت می‌کردیم گفتم که اون اخباری که بر اساس اون دخالت بشردوستانه نیروهای نظامی ناتو به رسمیت شناخته شد و این رو چه حقنه کردن به چینی‌ها و روس‌ها در سازمان ملل، بر اساس دروغ‌های شاخدار بود. اصلا اون اتفاقات نیفتاده بود، نه حمله هوایی شده بود به تظاهر کنندگان مسالمت آمیز، نه جملاتی که میخواییم بریم بنغازی رو به خاک و خون بکشیم و همه رو تو خون خفه بکنیم، نه از جانب قذافی، نه از جانب هیچ کدوم از مقامات دولتی داده نشده بود. این رو نیروهای اطلاعاتی بریتانیایی و فرانسوی اختراع کردن، دادنش به روزنامه‌ها و رسانه‌های بزرگ بین‌المللی که اینجور موقع در خدمت اینها هستند، درست مثل دوره جنگ عراق که تمام دروغ‌های آمریکایی‌ها رو حتی روزنامه‌های وزینی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست قبول کردن و تبلیغ کردن، که بعدم خیلی یواشکی به خودشون انتقاد کردن که آری ما می‌بایستی مقداری بیشتر نسبت منبع این خبر دقت می‌کردیم. خب نتیجه‌اش این شد که ما الان این وضعیتی که در خاورمیانه داریم می‌بینیم.
و اون وقت کسانی که در اثر این سیاست ها وادار هستن به جلای وطن رو تبدیل کردن به کسانی که اینا میخوان بیان از بیمه های اجتماعی استفاده کنن، اینا دارن میان که سوء استفاده بکنن از رفاهی که در این کشورها هست. شرم بر شما واقعا، شرم بر شمایی که این حرفا رو میزنید. کسانی که تو زندگی خودشون نشتر میکردن، کجا با موج لیبیایی ما رو برو بودیم؟ کجا با موج پناهجویان عراقی رو برو بودیم؟ کجا با موج پناهجویان افغانستانی رو برو بودیم؟ چند میلیونشون در اون کشورهای مهاجر هستن از جمله ایران. این جنگ‌های امپریالیستی که اینها رو به این راه انداخت، این حمایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از جهادیست‌ها در افغانستان بر علیه دولت حزب پرچم و حزب خلقی بود که اونجا بودن که این وضعیت رو ایجاد کرد. کجا ما با موج پناهجویان از این کشورها روبرو بودیم؟ سرنخ همه اینها رو که شما نگاه بکنید، دست یکی از این نیروهای امپریالیستی رو می‌بینید. در همه جا هم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها صف اول هستند و به دنبال اون هم کشورهای وابسته‌ای که درش ایجاد شدن الان توی اروپا، کشورهایی مثل لهستان، مثل رومانی، تمام کشورهای بلوک شرق سابق الان به مثابه پیاده نظام آمریکا دارن عمل می‌کنن. تو گویی اینها از یوغ اتحاد شوروی اون موقع و روسیه رها شدن که بشن نوکر دست به سینه آمریکا. من نگاه می‌کردم لهستانی‌ها، رومانیایی‌ها، بلغاری‌ها در کنار نروژی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در تمام مداخلات غیرقانونی آمریکا شرکت فعال داشتن و اونجا هم که بنیه‌شو نداشتن که نیروی بزرگ بفرستن، بازم یک نیروی سمبولیک فرستادن که شرکت کرده باشن در این جنگ. یک نگاه کوچیک بکنید، ویکی‌پدیا یک کار جالبی میکنه. وقتی شما میزنید جنگ ایران و مثلا جنگ ایران و عراق یا جنگ آمریکا و عراق، نیروهای متخاصم رو توی یه صفحه در نشون میده که کدوم کشورها، کدوم نیروها کجا بودن و در کدوم جبهه ایستادن. یک نگاه کوچیک بکنید به افغانستان، یک نگاه کوچیک بکنید به دو جنگ عراق و یک نگاه کوچیک بکنید به لیبی. وقت زیادی نمیگیره چون تو هم صفحه اول ویکی‌پدیا شما این رو میبینید. خیلی کار جالبیه. در تمام این جنگ ها آمریکایی ها، انگلیسی ها صف اولن، درست پشت سرشون کانادایی ها، استرالیایی ها هستن و درست پشت سر اونها نروژ، هلند حضور دارن و تمام کشورهای بلوک شرق سابق. تمام کشورهای بلوک شرق سابق مثلا دیدید که الان که تنش بین آمریکا و چین بالا گرفته و بایدن در ادامه نعل به نعل سیاست های ترامپ، این خیلی مهمه که بهش توجه کنید، چه در مورد روسیه چه در مورد چین، دقیقاً تمام سیاست هایی که ترامپ اتخاذ کرده بود نعل به نعل از جانب بایدن داره میره. فقط اون ترامپ با گستاخی میومد تو تلویزیون فحش میداد، لحن لاتی داشت و چیزای دیپلماتیک رو رعایت نمیکرد، نزاکت دیپلماتیک رو. بایدن با شما بفرمایید و غیره همون حرفا رو میزنند، همون حرفا رو در متن خودش میزنند و با همون گستاخی و با همون خشونت اون سیاست ها رو دارن ادامه میدن و کشورهای اروپایی هم دارن خودشون رو با این هماهنگ میکنن. شما فکرشو بکنید، دو هفته گذشته لیتوانی که میدونید کشوری هست با مساحتی بزرگتر از چین، با جمعیت چند صد میلیونی، با داشتن منافع استراتژیک در سراسر دنیا، یعنی دارم شوخی جدی دارم میکنم چون واقعا شورشو در آوردنی کشورهای بالتیک که در سرسپردگی با آمریکا و در نوکری آمریکایی ها واقعا خجالت آوره. وقتی شما نگاه میکنید کشور مثل لیتوانی که نه سر پیازه نه تای پیازه، دو هفته گذشته سفارت خودش رو توی تایوان باز کرد به دنبال درگیری که بین تنشی که بین آمریکایی ها و اونا بالا گرفته، خلاف معاهده های اتحادیه اروپا و خلاف اینکه اتحادیه اروپا تایوان رو به معنی کشور به رسمیت نمیشناسه و اون رو بعد جزوی از چین میدونه. لیتوانیایی ها اونجا رفتن دفتر نمایندگی باز کردن. من این نمونه رو آوردم چون مستقیم به بحث ما از این زاویه مطرح میشه، چون میخوام برسم به این نکته دیگه که وقتی تنش بین آمریکا و یک قدرت دیگه بالا میگیره که تمام این فجایع رو با خودش داره، کشورهای اروپایی بخششون سرسپردگان آمریکا هستند و درش دخالت میکنن. الان این ماجرای تراژدی که اتفاق افتاد با غرق شدن این کشتی و اینکه درش زن و مرد و کودک حضور داشتن از چندین کشور از جمله ایران، کردهای کردستان عراق و افغانی ها، یک بار دیگه این مسئله
تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌هایی که در اینجا هست، فشارهایی که میاره رو دوباره به مسئله روز مطرح کرده. و از اونجایی که انگلیسی‌ها دیگه جزء اروپا نیستن، تنش بین فرانسه و انگلستان هم بالا گرفته، چون مرز اروپا دیگه بین این دو کشور هست. و اون ماجرایی که در بلاروسی، روسیه سفید و لهستان اتفاق افتاد، به نوعی الان بین انگلستان و فرانسه داره اتفاق میفته، به این معنی که فرانسه تبدیل به مرز اروپا شده. در نتیجه اون معاهده‌ای که قبلا داشتن با سرکوزی رو به طور دوفاکتو اینا گذاشتن کنار. نتیجهش این شده که تعداد پناهجویانی که پلیس فرانسه با فراغ بال اجازه میده که برن بسیار بالا رفته. سال گذشته 35,000 نفر رفتن با انگلستان، و اینها کسانی هستن که از کشورهایی میان که انگلوفون هستن، یعنی زبان دوم کشورشون زبان خارجی اصلی در اونجا انگلیسی هست، و اصلا نمیخوان که در فرانسه یا هیچ کشور اروپایی دیگه بمونن. میخوان برن به انگلستان که بخشی از فامیلاشون اونجا هستن، زبانش رو بلدن، فرهنگش رو بلدن، و فکر میکنن که به لحاظ اجتماعی هم این بالاتر رفته، در واقع سطحش بالاتر از اروپاست، که البته در یک محدوده زمانی معین دهه 80-90 یک واقعیت هم بود. امکاناتی که در اختیار پناهجویان در انگلستان گذاشته میشد مثلا با کشور فرانسه اصلا قابل مقایسه نبود. فرانسوی ها مثل جهان سومی ها عمل میکنن و مردم رو به رها میکنن، فقط بهشون حق اقامت میدن، بعد میگن برو هر کاری دلت میخواد بکن، نه کمک جدی میشه، نه مسکنی در اختیارشون قرار میده، هیچ وقت نبوده. علارغم تمام شعارهای پرطمأنینه‌ای که اینها میدادن فرانسوی ها در حمایت از پناهجویان، از جمله خود بنده و کسانی که نظیر ما بودن، جز عقب مونده ترین کشورهای اروپایی هستند و قابل مقایسه با آلمان، سوئد و انگلستان به طور مشخص اصلا نیستند. برای همین این موج رفتن به طرف انگلستان همیشه وجود داشته در فرانسه، اما الان چون انگلیسی ها رفتن بیرون و مرزهای اتحادیه اروپا دیگه بین این دو کشور هست، تنش بین اونها بالا رفته، به خصوص اینکه بوریس جانسون و دولتش که مثل خر گیر کردن در مشکلات اقتصادی که دارن. شاهد این بودی که با سیاستهای ضد خارجی اتخاذ کردن در نتیجه خروج و برگزیت، خروج از اتحادیه اروپا و برگزیت، نتیجهش این شده بود که کمبود بنزین در انگلستان پیش اومد، چون کامیون ها رو خارجی ها رانندگی میکردن و اونا گذاشته بودن رفته بودن و اینها نتونسته بودن اون رو درست سازماندهی بکنن، به حدی که مجبور شدن از ارتش انگلستان برای حمل نقل بنزین استفاده بکنن. یک شکست گنده برای بوریس جانسون اینا بود که اینا دارن تبلیغات ضد خارجی خودشون رو الان متمرکز کردن روی مسئله کانال مارش، مسئله پناهجویان. تو گویی تمام مشکلاتی که در اثر خروج از برگزیت برای انگلستان ایجاد شده و سیاست‌های وحشتناک نئولیبرالی که دولت بوریس جانسون داره، تقصیر این 35,000 سالی 35,000 پناهجویی هست که از کانال مانش رد میشن. شما اگه این ضرب در صد هم بکنید، یعنی 100 سال هم طول بکشه، این میشه یه چیزی میشه 3.5 میلیون نفر که 5% جمعیت انگلستان هم نیست. این واقعا شوخیه، ولی اینها برای توجیه اقدامات خودشون جو ضد خارجی رو دامن میزنن و از این مسئله مهاجرت دارن استفاده میکنن. و خلباز تکرار میکنن، خلاف قوانین بین المللی و معاهده های دفاع از پناهجویان و پناهکندگان سیاسی و اجتماعی قوانین رو دارن میگذرونن. از جمله وزیر بسیار دست راستی کشور انگلستان که خانم پتی هست، ایشون مطرح کردن که یک قانون رو دارن عوض میکنن که اگر کسی به شیوه غیر قانونی وارد انگلستان بشه، حق درخواست پناهندگی نداره. این خلاف معاهده سازمان ملل و خلاف معاهده مربوط به پناهندگان است. یعنی انگلیسی ها در ادامه سیاست های ارتجایی هم پیوستی خودشون واقعا دارن پا رو فراتر از همه چیز میزنن، ظاهر قضیه هم دیگه دارن حفظ نمی کنن. و این یک وضعیت بسیار بسیار دشواری ایجاد کرده. از طرف دیگه درگیری هایی هم با فرانسوی ها دارن، به خصوص در مسئله ماهیگیری و لیسانسی که به حق اجازه به اصطلاح ماهیگیری در آبهای انگلستان رو میده، چون اینا دیگه جزء اتحادیه اروپا نیستن، کشتی های فرانسوی نمیتونن برن مثلا اون جایی که پر از ماهی هست ولی توی آبهای انگلیس محسوب میشه، مثل سابق آزادانه در چارچوب معاهدهای اتحادیه اروپا عمل بکنن. و در نتیجه اینها از این استفاده کردن و نزدیک به نصف این حق ماهیگیری رو گرفتن از فرانسوی ها، و این ضربه سنگینی به صنعت ماهیگیری در شمال فرانسه میزنه که 20-30 ساله که در واقع بر اساس این اجازه که موجود بوده سازماندهی شده، و این تنش رو باز هم بالا برده. دیروز ماهیگیرای فرانسوی کانال مارش رو بلوکه کردن و جز
به قطارهای مسافری که از طریق یورو استار میرفتن به انگلستان اجازه هیچ نوع حرکت تجاری بهش ندادن. این مسئله اگر ادامه پیدا بکنه، اگر اینا رو تمدید بکنن چند بار، مشکل مواد غذایی در انگلستان ایجاد خواهد کرد. در نتیجه تنش بین این دو کشور هم بالا گرفته و اون وقت آقای بوریس جانسون درست به سبک ترامپ، واقعا یه ترامپ کوچولوه، همونقدر بددهنه، همونقدر بی‌اعتنا به مسائل بین المللی، به اصطلاح زبان دیپلماتیک هست و گستاخانه کارهای خودش رو پیش میبره. یک نامه ای رو خطاب به آقای مکرون که نوشته بود که قبل از اینکه دست مکرون برسه و اینها بگن که ما این رو دیدیم و باهاشون صحبت بکنن، توییت کرد متن رو و توش آورد که از فرانسه درخواست میکنه که شما قبول کنید که هر پناهنده‌ای که رد میشه از ما، شما پس میدیم به شما، شما هم دوباره بگیرین. که اینا گفتن اصلا این شوخیه، یعنی این خلاف تمام معاهده هاست و فرانسه هرگز همین چیز رو قبول نمیکنه. در این حال هم مسئله ماهیگیران مطرح کردن، در این حال مسئله اجازه کار برای فرانسوی‌ها در انگلستان الان مطرح شده که نزدیک بیش از 300 هزار فرانسوی قبلا در دوران اتحادیه اروپا توی انگلستان بودن و کار میکردن، حق کار داشتن. اینا همه اینها یه سری معضلاتی رو ایجاد کرده که تنش‌های دیپلماتیک پسا برگزیته. منتها انگلیسی‌ها تمام این مسائل رو داغ میکنن، برجسته میکنن که اصل قضیه رو، که مسئله‌ای هست که برای ایرلندی‌ها پیش اومده که ایرلند شمالی جزء بریتانیاست و از برگزیت خارج شده، ولی جمهوری ایرلند جزء اتحادیه اروپا هست و در اون مونده. در نتیجه مرز بین این دو کشور که عملا در اثر حضور هر دوشون در اتحادیه اروپا از بین رفته بود، دوباره مطرح شده و این مورد توافق بخش مخالف ادامه ایرلند حضور ایرلند شمالی در بریتانیا هست و خواستار اتحاد درازمدت، در درازمدت اتحاد با جمهوری ایرلند هستند که ما بهش میگیم ایرلند جنوبی و غلط این جمهوری ایرلند هست. اونا تنش بین اینا رو بالا برده. توی خود ایرلند هم مسئله جدی مطرح شده، حتی به درگیری هایی کشیده بین دو طرف، طرفداران ماندن در بریتانیا و طرفداران خروج از بریتانیا، درست مثل تنشی که در اسکاتلند وجود داره. و بوریس جانسون اینا برای اینکه اینها رو به سرپوش بگذارن، مسئله مهاجرین کانال مانش رو برجسته کردن، مسئله دفاع از حق ماهیگیران انگلیسی رو در مقابل فرانسوی‌ها مطرح کردن و خلاصه از تمام اینها دارن استفاده میکنن که نارسایی ناتوانی خودشون رو در پیشبرد سیاست‌هاشون مطرح کنن. ضمناً فراموش نکنیم که دیگه این کاملا روشن شد در ماجرای معروف اینکه استرالیایی‌ها زدن زیر قرارداد خرید زیردریایی از انگلستان و بستن قرارداد زیر دماغ فرانسوی‌ها با آمریکایی‌ها. طراح اصلی و به اصطلاح اون کسی که این مطرح کرد اصلا این رو و این رو به پیش برد و این رو تحمیل کرد به استرالیایی ها، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم، آمریکایی ها نبودند بلکه دولت انگلستان بود. یعنی نقش اصلی خرابکاری و اصلا طرح این ایده که شما بزنید زیر این قرارداد و برید با آمریکایی ها رو، انگلیسی ها و شخص بوریس جانسون با استرالیایی ها مطرح کرد. اینی که روابط دیپلماتیک بین انگلستان و فرانسه که میدونید متحدین قدیمی هستن، از وقتی که جنگ بین خودشون تموم شد با شکست واترلو تا امروز، انگلیسی ها و فرانسوی ها همواره در ائتلافات مختلف بین المللی کنار هم دیگه وایساده بودن و اون چیز معروف آنتانت کوردیال، یعنی آنتانت محترمانه و رفیقانه بین انگلستان و فرانسه، ماجرای سیاست دیپلماتیک اینها را همیشه داشته تا امروز. و امروز این آنتانت کوردیال که فرانسوی بهش میگن، به قول خودشون تبدیل شده به مزانتانت کوردیال، یعنی تبدیل به درگیری غیر محترمانه بین این دوتا شده. و این تنش ها به خاطر مشکلاتی هست که در انگلستان ایجاد شده، به خاطر شکست سیاست های بوریس جانسون هست که تنش در این کشور ایجاد کرده. و مثل همیشه وقتی که یک همچین مسائل جدی در این کشورها مطرح میشه، دست گذاشتن روی خارجی ها، دست گذاشتن روی مهاجرین و داغ کردن اون مسئله یکی از سوپاپ هایی هست که اینا برای خودشون فراهم میکنن. نتیجهش اینه که این تراژدی ها باز هم ادامه پیدا خواهد کرد، این درگیری ها باز هم ادامه خواهد کرد و مایه ننگ هم فرانسوی ها هست هم انگلیسی ها، که قادر نیستن با یک مذاکره، با یک روند انسان دوستانه دیپلماتیک، موزل شاید حتی 100 هزار نفر هم نیستن
کسانی که از کشور 65 میلیونی فرانسه میخوان برن به کشور 65 میلیونی انگلستان. 100 هزار نفر هم نیستن. ولی اینا این رو نمیتونن حل بکنن و نتیجهش این تراژدی هایی میشه که اونجا میاد. اما من نگاه کردم دیدم وقت زیادی برام نمونده. میخواستم راجع به یک مسئله بسیار مهم صحبت بکنم و اون جزوه ای هست که اخیراً از طرف اتحادیه اروپا مطرح شده به نام قطب نمای استراتژیک اتحادیه اروپا در موارد دفاعی و نظامی. مثل اینکه فرصت دارم که یه خورده ادامه بدم. خب بسیار عالی. چون این خیلی مسئله مهمیه. درست در موقعی که تنش بین آمریکا و چین واقعا بالا رفته و شما دارید میبینید دیگه. الان مسئله تایوان که سالیان سال بود که به کنار گذاشته شده بود، از وقتی که نیکسون و ماو توافقنامه رو امضا کردند و آمریکایی‌ها بعد از یه مدت پذیرفتند که تایوان جزو چین هست و دولتی به نام تایوان وجود نداره، اما یک مثلا جزیره تجاری هست، به لحاظ تجاری این رو سوا کردن ولی به لحاظ سیاسی اون رو جزو چین محسوب کردن و این باعث شده بود که اصلا چینی ها و آمریکایی ها بتونن علیه اتحاد شوروی با هم دیگه متحد بشن. یکی از مهمترین مسائلی بود که در دوره نیکسون با دیپلماسی روباه بزرگ هنری کیزینجر این رو پیش برده بود، از برگای برنده انگلیسی و آمریکایی ها بود. ولی الان که مسئله چالش هژمونی آمریکا توسط چین جدی شده، چند تا اتفاق افتاده و اروپایی ها هم دارن خودشون رو یواش یواش آماده میکنن که نسبت به این مسائل موضع‌گیری بکنن و به قول معروف از غافله عقب نمونن و سعی کنن که به عنوان یک قطب ژئواستراتژیک بیان جلو. این قطب نمای استراتژیک اتحادیه اروپا که مطرح شد، قبلش خبر اومد که آمریکایی ها یک چینی به نام China Mission Center درست کردن و اینو اعلام هم کردن. این در 7 اکتبر 2021 ویلیام برنز رئیس سازمان سیا این رو مطرح کرد و گفت که تهدید ژئوپلیتیک پر اهمیتی که دنیا، نه فقط آمریکا، چون آمریکا نماینده دنیاست دیگه، که دنیا در قرن 21 با اون روبرو هست، تهدیدی از جانب دولت چینه که رفتارش هر روز نسبت به دنیا خصمانه‌تر میشه. خب ما میدونیم آمریکایی‌ها وقتی میگن دنیا منظورشون خودشونن دیگه، خودشون رو نماینده دنیا میدونن. به قول اوباما وی ماست لید، ما باید رهبری بکنیم. چرا؟ چون برگزیده خدا هستیم و روی دلارمون نوشتیم ما به خدا اعتقاد داریم. بگذاریم از این شوخی‌های دیپلماتیک. این خیلی مسئله مهمیه که اینها علنا اعلام کردن که یک مرکزی ایجاد کردن برای نفوذ در سیاست سازان و سیاست مداران و کسانی که افکار عمومی رو در چین میسازن. خیلی مسئله مهمیه. مثل چیزی است که قبلا راجب بلوک شرق و اتحاد شوروی درست کرده بودن. صراحتا اعلام کردن که کار این چاینا میشن سنتر نفوذ در مراکز تصمیم گیری رسانه ها و روشنفکران چینی به قصد، خوب توجه کنید، به کارگیری افراد در خود میدان این کشور هست. یعنی رسما میخوان جاسوس پیدا بخرن، آدم ها رو خریداری بکنن که اطلاعات رو از خود چین بگیرن برای اینکه بدونن کجا دارن میرن. یعنی اینکه آمریکایی ها وارد فاز جدیدی از درگیری هاشون با چینی ها شدن و این چالش هژمونی خودشون رو بعد از مدت ها انکار واقعا پذیرفتن و دارن سفارایی میکنن. و دیدیم که مسئله تایوان رو دوباره برجسته کردن، معاهده های خودشون رو دارن میذارن زیر کنار، قراردادهای نظامی که نباید امضا میکردن امضا کردن. نیروی دریایی چین به همراهی انگلیسی ها، به همراهی ژاپنی ها و کره جنوبی رفتن توی مناطقی که چین ادعا میکنه که آبهای داخلی خودش هست، تنگه فرمز، عبور کردن و چینی ها هم در مقابل یه سری مانورهایی رو کردن. اینجوری که گفته میشه از اول سال 2021 تا امروز 500 بار حریم هوایی تایوان رو زیر پا گذاشتن و نیروهای جنگندهشون از روی این کشور رد شدن. خلاصه بسیار حاد هست اونجا و در یک همچین شرایطی است که گفتم کشور فوق‌العاده بزرگ و فوق‌العاده پراهمیتی مثل لیتوانی که منافع معینی در منطقه چین و تایوان داره، واقعا مردم رو خرگیر آوردن، رفته اونجا و دفتر نمایندگی باز کرده خلاف معاهدات اتحادیه اروپا. در مقابل این چالشی که مطرح شده، در مقابل این تشنجی که بالا رفته، این قطب نمای استراتژیک اتحادیه اروپا که 15 نوامبر، یعنی همین هفته پیش،
منتشر شد خیلی خیلی مسئله مهمی است و برای من جالبه که روزنامه های اصلی که توی فرانسه در میاد به این مسئله توجه جدی نکردن و میبایستی میرفتیم به سایت ها و نشریاتی که مشخصا مسئله ژئوپلیتیک رو مطرح میکنن تا متوجه بشیم که یه همچین سندی مطرح شده. این سند البته قبلا بگم که در سال 2016 هم یک متنی که سیاست اتحادیه اروپا در مورد دفاع عمومی و امنیت عمومی اروپا رو مطرح میکرد مطرح کرده بودند و روش بر ایجاد یک قطب اروپایی در سیاست بین‌المللی روش تاکید کرده بودند. ولی تو این 5 سال این برنامه که مطرح شده بود ایجاد یک قطب دفاعی امنیتی سیاسی اروپایی یک سانتیمتر هم جلو نرفت. چرا؟ دقیقاً به خاطر اینکه بر سر این مسائل 27 کشور اتحادیه اروپا باید اتفاق رأی داشته باشن، اجماع داشته باشن که به پیش بره. با وجود کشورهایی مثل لیتوانی، مثل لهستان، مثل نروژ و مثل هلند، تصمیمی که گوشش واقعا به سیاست آمریکا بر بخوره و در جهت منافع عمومی اون کشور نباشه، هرگز در اروپا تصویب نمیشه. امکان نداره یک سیاستی در سیاست خارجی در اروپا به اجماع عمومی برسه که در جهت استراتژی عمومی آمریکایی‌ها نباشه. یعنی تا وقتی اتحادیه اروپا با این ترکیب و با این سیستم تصمیم گیری هست، اصلا انتظار این که یک قطب اروپایی مستقل از آمریکا ایجاد بشه یک خواب خیال خوشه برای کسایی که این رو علم میکنن، مثل سبزها. بعضی از سبزها، همشون هم نه، چون بعضی از احزاب سبز مثل حزب سبز آلمان اصلا بیشتر وحشتناکن در سیاست خارجی و مال سبزهای فرانسوی که از اونا هم بدترن. یعنی وقتی شما برنامه کاندیدای سبزها در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه آقای ژادو رو نگاه میکنید، فکر میکنید که نوکانهای آمریکایی اون رو نوشتن. جنگ طلب، ضد چین، ضد روسیه، حاضر به هیچ نوع مذاکره و مصالحه‌ای با اینها نیستن و کاملا موازی رو مطرح میکنن که آمریکایی ها در واقع میگم نوکانهای آمریکایی میتونستن مطرحش کنن. خلاصه کلام این که شورای وزیران اتحادیه اروپا برای اینکه در این جنگ هژمونی که الان در گرفته یک جایی برای خودش پیدا بکنه، این سند رو مطرح کرده و این قطب نما قراره که طبق گفته خودشون نظرات اروپا و سیاست عمومی اروپا در افق سال 2030 رو مطرح بکنه. بر اساس اون قرار شده که اروپایی ها یک نیروی نظامی مداخله 5000 نفره ایجاد بکنن. تو پرانتز بگم در سال 1999 همین نیرو رو قرار بود ایجاد بکنن، اما 50-60 هزار نفره که حتی یک نفرش هم بسیج نشد، یعنی طرح مطرح شد و با کودتای آمریکا، با وتوی آمریکایی ها انداختنش توی سطل آشغال. الان اینو به 1/10 آوردن، ولی میگن این باید 5000 نفری باشه که از کشورهای مختلف توش هستن، نیروی نظامی، زمینی، دریایی، هوایی، فضایی، و باید قدرت این رو داشته باشه که در عرض 60 روز بسیج بشه و بتونه در مراکز بحرانی دنیا به نمایندگی از طرف اروپا دخالت بکنه. اینا همه خیال خوشه. تو این 5 سال اخیر، یعنی از 2016 که اولین طرح این مطرح شد تا امروز، وجود این کشورهای پرو آمریکا کاملا جلو اینو گرفته. نتیجه اینه که برای اولین بار توی این قطعنمای استراتژیک مطرح شده که ما باید این سیاست اتفاق عمومی رو در مسائل حاد کنار بگذاریم و سیستم تصمیم گیریمون رو جوری بکنیم که بشه واقعا در عرض 60 روز این نیرو رو بسیج کرد. این چیزی است که تازگی داره در اون. ولی وقتی خطوط عمومی این قطعنما رو نگاه میکنید، همون اتحاد با آمریکا، همون حمایت از ناتو، اینکه اروپا به هر حال نیروی هم اگر درست بکنه مکمل ناتو خواهد بود، نه اینکه یک قطب دیگه باشه. اینی که شعارهای اروپایی ها رو نباید جدی گرفت. حتی این طرح پرتمطراقی هم که دادن، قطعنما و غیره، فقط از یک نظر جالبه و اون اینکه سیستم تصمیم گیری در اروپا رو میخواد تغییر بده. و یعنی برای این که بگم که چقدر اینا با هم دیگه همانخوانی دارن، این رو بعد از 11 سپتامبر 2001 دونالد رامسفلد گفته بود این ائتلاف نیست که مأموریت را تعیین می‌کند، بلکه این مأموریت است که ائتلاف را می‌سازد، و این آغاز کنار گذاشتن سازمان ملل و معاهده‌های بین‌المللی از جانب آمریکا بود. آقای جوزف بورل که الان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا هست،
در چندین مصاحبه و یک مقاله‌ای که برای سایت آمریکایی نوشته بود، ببینید چی گفته. گفته این نیرو نیست که مأموریت را تعیین می‌کند، این مأموریت است که نیرو را تعیین می‌کند. یعنی واژه ائتلاف رو از آمز رامسل بردارید، میشه کپی کامل حرفی که آقای رامسل زده با همون نتایج. همون جوری که رامسل این رو گفت که معاهده‌های بین‌المللی رو زیر پا بذارن آمریکایی‌ها، که سازمان ملل رو دور بزنن، اروپایی‌ها منان با این شرط دارن میان که اروپا رو آمریکا به سر سازمان ملل دور بزنن و معاهده بزنن. این بسیار خطرناکه و در واقع این نه ایجاد یک قطب مستقل اروپایی، بلکه باز یک نیروی امپریالیستی جدیدی هست که در کنار و مکمل آمریکایی‌ها وارد این مناقشه می‌خواد بشه. تو به من اشاره می‌کنی، می‌دونم وقتم تموم شده، اینه که دیگه بیشتر از این پرشونگی نمی‌کنم. من بعداًم راجع به این صحبت خواهم کرد. در انتها یک سوالی هم بپرسم، منتها خیلی فشرده و کوتاه جواب بده. بهروز، میدونیم که پناهجویان، پناهندگان، اصلا مسئله مهاجرت یک تبدیل شده به یک ابزاری هم که در بین قطبای مختلف تبدیل شده به ابزار فشار علیه مثلا دیگه، مثلا آقای اردوغان یا لوکاشنکو، اینها استفاده میکنن مسئله مهاجران برای فشار بر اروپا و پیشبرد سیاست‌های خودشون، یا اینکه حتی مثلا نگاهی هم به تلکه کردن اروپا دارن مثل آقای اردوغان. ولی خارج از این، در کوتاه مدت راه حل انسانی مسئله مهاجرت و پناهندگان چی هست؟ چون این به هر حال یک جریانی هست، سیری هست که تمامی نداره دیگه. من میدونم که مثلا در بلند مدت، نمیخوام اینجا الان تو چون توصیف میکردی، توضیح دادی دلایل مهاجرت، ساختار نظام کنونی دنیا که چجوری بازتولید میکنی مسئله مهاجرت، مسائل زیست محیطی خیلی نقش داره، مسائل پیشبرد سیاست های نورلیبرالیستی، اینا رو گفتی. در کوتاه مدت الان چه راه حل انسانی میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله پناهجویان و مهاجرت؟ من متخصص امور مهاجرت نیستم که بتونم کوتاه مدت بگم، ولی میتونم تکرار بکنم اون چیزی رو که شوراهای پناهندگان، انجمنهای دفاع از حقوق اینا میگن. میگن تعداد کسانی که این درخواست رو میکنن در مقایسه با بیش از 500 میلیارد جمعیت اروپا رقمی نیست. همه اینها رو میشه جذب کرد و این استفاده ابزاری همونطوری که تو گفتی از مهاجرین برای مسائل داخلی یک فاجعه است که اینها رو در مرکز چیزی قرار میذاره که در اصل و اساس خودش مستقل از این که به چه دلیل ایجاد شده رقمش رقم ناچیزیه. مردم این کشورها میلیونی راه نیافتادن، ممکنه در آینده بخواد گرمایش زمین اتفاق بیفته، ولی در این لحظه که ما صحبت میکنیم تعداد این کسانی که ها میخوان بیان جلای وطن بکنن و در این کشورها مستقر بشن رقم فوق العاده ناچیزیه و این کاملا قابل جذبه. اشاره هم میکنن به سیاست دولت مرکل که 900 هزار نفر اینا جذب کرده، اونایی هم که به هزار یک دلیل نمیتونستن بمونن رو در واقع بهشون پناهندگی ندادن و در حالت اخراج اونها هستن، ولی تونستن این کارو بکنن. این شدنی هست، ولی استفاده ابزاری در شرایطی که بحران اقتصادی اجتماعی در این کشورها دائما رو به افزایشه و پس موجهای اون بحران 2007-2008 هنوز تموم نشده در این کشورها، اینا از این مسئله استفاده میکنن برای اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنن به چیزهایی که اصل قضیه زیر سوال میبره. مثلا توی انگلستان، من نمیدونستم اینو، 1.5 میلیون خارجی هستن که به طور غیرقانونی زندگی میکنن در این کشور و حق اقامت ندارن، ولی همشون کار میکنن. کیا اینا رو استخدام میکنن؟ اتفاقا میگفت که یکی ادعایی که شدیدن اعتراض میکنن بوریس جانسون، شرکت های بزرگ انگلیسی هستن که از اینا استفاده میکنن برای پایین آوردن حقوق حداقل و ندادن حقوق حداقل و پایین آوردن سطح زندگی کارگران انگلیسی. این مسائل خیلی به هم وصل شده است. اگه اینا رو قانونی بکنن، اگر اینها رو اجازه بدن که مستقر بشن، دیگه این احتمال سوء استفاده از کارگری که حق اقامت نداره و طبیعتاً تا نصف یا یک سوم یک کارگری که حق اقامت داره حاضر بگیری تا زندگی کنه و از گشنگی نمیره، اینها مسائلی هستن که نقش سرمایه‌داران، کلان سرمایه‌داران رو بازم به ما یادآوری می‌کنن. راه حل انسان دوستانه پذیرفتن اینهاست و محدود کردن اینها در همون کشورهای کسان و کمک کردن اون کشورها. اینا همه میدونن،
همه میدونن، همه هم میگن، ولی کسی اجراش نمیکنه چون همه بهش احتیاج دارن. الان در فرانسه در 5 ماهی که مونده به انتخابات ریاست جمهوری، تمام مسائل رفته روی مسئله مهاجرت و مسئله اسلام سیاسی و غیره. تو گویی که بحران 2007-2008، بحرانایی که الان هستن، سقوطی که سهام بورس میکنه و سود کلانی که بانکدارها بردن از همون بحرانی که خودشون ایجاد کردن، تقصیر اسلام سیاسی یا بدتر از اون مهاجرانی است که در فرانسه است. بروز متشکر، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و بدور از کرونا با این سویه جدیدی که بله، این سویه جدید مثل این که اصلا دیگه شوخی نداره با کسی. دست سر ما بر نمیداره، مهمان جامعه بشری خواهد بود. بله باید منتظر مون، اینا ویروس های سنتی هست، بازم خواهند اومد. قبلا سر صحبت درود بر همه شما، خسته نباشید.